یه تئوری مریض از دکتر استرنج دو باسط آوردم که ثابت میکنه تونی استارک برمیگرده. واو! اسپویلش شدید واسه کسایی که هنوز دکتر استرنج این مالتیورس آف مدنس رو ندیدن. قطعا همون اولش که فیلم شروع میشه میبینیم که آمریکا چاوز و دیفندر استرنج دنبال کتاب ویشانتی ان. آره. اونجا دیفندر استرنج فوت میکنه و یهو دکتر استرنجی که ما میشناسیم از خواب میپره، انگار همش یه کابوس بوده. یه جا واندا ماکسیموف داره خودش و بچه‌هاشو توی جهان دیگه خواب میبینه که اونجا یه خانواده شاد و خوشبختن. شاید باورت نشه ولی چیزی که قراره بگم یکی از عجیب ترین تئوریای MCU. روانین کن. آمریکا چاوز اینو تایید میکنه که وقتی تو خودت توی رویای خودت میبینی، اون بنده خدا در واقع یه نسخه متفاوت از توه توی جهان دیگه. چرا تو آیرون من داره؟ تو فیلمای مارول چندین بار دیدیم که تونی استارک خواب میبینه، کابوس میبینه، ولی یه جمله هست که یه اتفاق خیلی بزرگو تایید میکنه. توی اونجرز اینفینیتی وار تونی استارک به پپر میگه یه خواب دیدم خیلی واقعی بود، خودم و خودت بودیم، یه بچه هم داشتیم. اینو اصلا یادم نبود. عزیزم وقتی یه نفر در مورد خودش خوابی میبینه، اون خودشه تو یه جهان دیگه. اوکی، ما تو مولتیورس آف مدنس فهمیدیم که همه ی جهانها واسه شکست دادن تانوس به یه تونی استارک نیاز نداشتن. توی فیلم دکتر استرنج دو ابرقهرمانشون تانوسو بدون هیچ تونی استارک شکست داده بودن. پس احتمالش خیلی زیاده که جهانهایی وجود داشته باشه که نیازی نبوده توش آیرون من، نفس من، برای نابود کردن تانوس بشکنی بزنه. سرمو کجا بزنم؟ تو خوابش بچهش پسر بود؟ آره، احتمالا تو اون جهان اسم پسرش مورگانه نه دخترش.